بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت شما بزرگواران، برادران و خواهر گرامی ما که آمدن، سلام تقدیم میکنیم و خوشحال هستیم که باز هم در یکی از نشست‌های دیگری از سیری در مثنوی معنوی در خدمت شما هستیم که در واقع 12 جلسه ما هست. با یک غزل از مولانا آغاز میکنم و بعد انشاءالله گوش میسپاریم و آیاتی چند از کلام الله مجید. بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب و دست تو، بی تو بسر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند، عقل خروش می کند، بی تو بسر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو بسر نمی شود. دل بنهند برکنی، توبه کنند بشکنی، این همه خود تو می کنی، بی تو بسر نمی شود. بی تو اگر بسر شدی، زیر جهان زبر شدی، باغ ارم سطر شدی، بی تو بسر نمی شود. گر تو نباشی یار من، گشت خراب کار من، مونس و غم گسار من، بی تو بسر نمی شود. برنامه را ادامه می دیم با قرائت قرآن کریم. امروز دوست عزیز من جناب علی جان قدیریان هم آمده، منتها من قبل از اینکه اینا به رهی جان وعده کردم که امروز به جایی که شعر بخوانم چند آیه از قرآن بخوانم، بر از اونا وعده کردم. اگر علی جان قدیریان وعده بکنه که هفته برنامه دیگه بیاید انشاءالله، و خیلی دوست دارم صدای زیبای ایشان را که از قرائت ایشان هم استفاده بکنیم. رهی جان تشریف بیارید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. خب
تشکر میکنم از رقیب جان بلال، جوان نازنینی که خیلی با استعداد هست و زبان فارسی را خوب بلده و خوب شعر میخوانه، که البته امشب امروز در نسبت فشردگی که برنامه ما داره و دو سخنرانی خواهیم داشت یک مقدار از حواشی سعی میکنیم که پرهیز بکنیم. مطابق تا آمدن جناب آقای دکتر سروش درباغ که تشریف آوردن تا نماز میخوانن انشاءالله در خدمتشان خواهیم بود. من دوست دارم که از دوستان استفاده کنیم. جناب آقای شیوان مهمان عزیز ما از فرانسه تشریف آوردن، اکثر دوستان با چهرهشان با نامشان آشنا هستن، اشعار مضامین بسیار جدی را در قالب طنز بیان میکنن و برای ما دعوت میکنم اگر شعر حال هوای محفل ما داشته باشد قرائت بکنن ما فرصت داریم و استفاده بکنیم. سلام برسه بر تمام دوستان و عزیزایی که به اینجا حاضر هستن. من همونطور به شکل مهمان آمدم، چیزی همراه ما حاضر نبودم و صحبت از مولانا جلال الدین بلخیست. خب به همین ارتباط دو سه جمله میگویم و بعد سر جای خود میشینم. زمانی در شهر فرانکفورت آلمان محفلی بود و در آخر سوال شد که کی تفاوت یا فرق بین کلیات شمس یا کلیات کبیر و مثنوی معنوی رو میگوید. اکثر کسایی که حضور داشتن فقط به یک مسئله اکتفا میکردن که از نظر ساختار شیری تفاوت دارن. دیوان کبیر در قالب غزل و ربایی است و مثنوی معنوی چنان که از نامش معلوم است در قالب مثنوی است. اما تفاوت اصلی این دو گنجینه بزرگ در جای دیگر است. در دیوان کبیر مولانا مولانای مست است، مولانایی که گاهگاهی بسیار چیزها را فراموش میکنند، حتی ابیاتی از سنایی رو میاره بدون از اینکه متوجه باشه که ابیات از سنایی است، فکر میکنه از خودش است. مثلا این دو بیت سنایی رو ما در دیوان کبیر باش روبرو میشیم که عشق را بوحنیفه درس نگفت، شافعی را در او روایت نیست، بلعجب سوره سوره عشق، چار مصحف به روی باید نیست. این دو بیت از صنایع بزرگ است در کلیات شمس آمده و اتفاقاً غزل را که غزل زیبایی را که جناب زرابی صاحب خان بی همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود، بر اساس قوانین شعر کلاسیک این غزل کافیه نداره. مولانا مست است، فراموش میکنه، اما وقتی که در مثنوی مولانا مولانای آغاز، مولانا است که ارگام خود آگاهانه میبرداره. حتی زمانی از داستان از همون کسی رو میگویه خواجه کنر مجلس با خی خود و همون شعر معروف خرگرفت و خرگرفت و خرگرفت شنیدیم، چند داستان میگذره داستان دیگرش رو میکنه که خواجه آمد با خرش به خانقاه، اما متوجه میشه که داستان قبلا گفته و با همو آگاهی خود میبرد متوجه باشیم که او خواجه نیست، خواجه دیگه است. ما میخوایم در موردش صحبت کنم. هر گامی که میبرداره آگاهانه است، در مثنوی تصویرهایی که می سازد آگاهانه است. اتفاقا حسام الدین چلبی از مولانا پرسان میکن، با مولانا میگوید که صنایع دیگر نوشته کرد و عطار الهی نامه را خودت چیکار کردی؟ مولانا
18 بیت اول مثنوی را برش میگه، میگه آغاز کردیم. باز حسام الدین چلپی میشینه و میگه تو بگو من میمیسم. مولانا 10 سال تمام گفته میره و حسام الدین چلپی میمیسه و حتی جاهای را در آخر مولانا به حسام الدین چلپی میگوید که اینا را سانسور بگوید. حسام الدین میگوید که من همون چیزی را که مولانا گفته بود هیچ سانسوری نکردیم، همه را آوردیم. در اولم مثنوی به نام چلپی نامه بوده. من یک تصویری از تصویرسازی از مولانا را میگویم. اتفاقا رئیس جمهور سر ما هم گفته که ما شعر هستیم. همین تصویری که مولانا میگه، شعری که یک شما یک شعر را در یک بیرق، رسم شعر در یک بیرق پیش خود مجسم بسازیم، وقتی که باد میوزه این بیرق که تکان میخوره، انسان فکر میکنه که شعر هم نمیکنه، اما وقتی که باد نباشه چی؟ و مولانا همین تصویر بسیار زیبا میگوید که ما چه شیرانی، شیرانی علم، علمان از باد باشد دم بدم. ما چه شیرانیم، شیرانی علم، حملمان از باد باشد دم بدم. حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. تشکر از همه دوستان. یک شعر باید دلها شاد شد بعدا اگر چیز شد شاید این هم نزید 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 شش ماه آمدید زرا بیشه بیخی زیر بود تو بسکر ملاد سپیکر شما شده صدای شیمن سبب خودش یکی کوه فاتح خودش دیگه سلام علیکم. 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 سلام عزیز ما، مهمان گرامی ما جناب آقای دکتر سروش دربار. من یک بیوگرافی مختصری از ایشان را از روی وبسایتشان گرفتم که به اطلاع دوستان میرسانم و البته پیش از قرائت این بیوگرافی و شرح حال خیلی خوشحال هستم از اینکه ایشان دعوت ما را پذیرفتن و تشریف آوردن و امیدوار هستم که یک فتح بابی باشه برای جلسات بعدی. و همچنین همراهان محترمشان خیلی تشکر میکنم، جناب آقای مهندس فرهمند که از دوستان بسیار قدیر ما هستند در مرکز اسلامی و یاسر که سالها قبل که این جلسات سید در مثنوی بود ما با هم هم مکتب بودیم در واقع و در یک کلاس مکتب بودیم. جناب آقای دکتر سروش در باب دکترای داروسازی دارن از دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین یک دکترای دیگر هم از رشته فلسفه اخلاق با گرایش تحلیلی از دانشگاه بارنویک انگلستان. عنوان رساله دکترایشان هم بوده دلایل اخلاقی، خاصگرایی، الگوها و ورزیدن. در سوابقشان هست مدیریت مؤسسه معرفت و پژوهش، عضویت هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، فعلا هم استاد هستند در دانشگاه تورنتو که تا
جایی که من میدانم فلسفه اخلاق تدریس میکنم. کتاب هایی که از ایشان تا کنون به نشر رسیده است آیین در آیینه، مروری بر آرای دینشناسانه دکتر عبدالکریم سروش که پدر بزرگوار ایشان هستند و ما خیلی ارادت به ایشان داریم، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه وینشتاین، امر اخلاقی، امر متعالی، عام و خاص در اخلاق، درس گفتارهایی در فلسفه اخلاق، در باب روشنفکری دینی و اخلاق، زبان و تصویر جهان، ترنم موزون حزن که این هم در سال 1390 سال گذشته و نشر رسیده، از ایشان ده ها مقاله علمی و پژوهشی و فلسفی چاپ شده و زبانهای فارسی و انگلیسی در کنفرانس های متعدد داخلی و بین المللی هم شرکت کردند که مقالات علمی در اینجا در آنجا ارائه کردند. برای اطلاعات بیشتر و استفاده از آثارشان دوستان می توانند به وبسایت شخصیشان با آدرس سروش.com مراجعه بکنند. بدون اینکه من بیش از این مصدق شوم، دعوت می کنم از مهمان عزیز و قدر ما جناب آقای دکتر سروش دباغ که تحت عنوان و سر وقت خدا رفتن به ایراد سخن می پردازن تشریف دارم. به نام خدا، خیلی خوشبختم که در جمع دوستان افغانی عزیز حاضرم و از اینکه چند دقیقه فرصت به من دادید که نکاتی رو در حوزه عرفان اسلامی با هم گفتگو کنیم، نمیتونم خوشبختی خودم رو ابراز نکنم. دوست عزیز جناب آقای حمیدی اینجا تشریف دارن و دیگر عزیزانی که از بنده دعوت به عمل آوردن، من میکوشم حول و حوش 50 دقیقه چنان که گفتند نکاتی رو خدمت شما عرض کنم و اگر مجالی بود برای گفتگو و پرسش و پاسخ هم خدمتون هستم. من حقیقتش همطور که اشاره فرمودند، البته خب زیاد راجع به من سخن گفتند، اون موجز و مختصرش رو عرض بکنم. خب در حوزه اخلاق کار میکنم و فلسفه اخلاق یکی از حوزه‌هایی است که من تخصصی روش کار کردم. همچنان رابطه میان اخلاق و عرفان هم از نکاتی است که در مشغولی‌های چندین و چند ساله من است و سنت عرفانی اسلامی ما و بخش میراث و میراث ماندگار عرفانی ما همیشه از مطالب و حوزه‌هایی بوده که بهش خیلی علاقه و عنایت داشتم و در مقام تقریر و تنسیق مدعیات و عرفا و درک اخلاقی عرفانیشون سعی کردم که تأملاتی بکنم. اما بحث امروز ما چنان که فرمودند عنوانش هست به سر وقت خدا رفتن و تنین عرفانی این عنوان چنان که میدانید پررنگ تر است در قیاس با سویه های اخلاقی ما. من برای اینکه عرایزم روشن تر باشه و در این حال آب لطفی هم بر فضا کنده باشم، شاید بد نباشه که عرایزم رو با یه غزلی از دیوان شمس آغاز بکنم و مطالب رو حول حوش اون تنظیم و تنسیق بکنم. در واقع به بهانه این غزل میکوشم به اجمال و اختصار دو نوع از مواجهه با خداوند یا مبدع هستی رو چنان که در سنت عرفانی اسلامی ما، عرفان اسلامی ایرانی ما به بحث گذاشته شده، یک تصویری از بحث خدمتتون عرضه کنم. خب البته دایره سخن و مجموعه مباحث بسی بیش از این است. غزلی که انتخاب کردم از قرآن غزلیات دیوان شمس است و به نظر میاد
نازل یه تجربه ناب اشراقی باطنی سلوکی است که مولوی از سر گذرانده و بر زبان قلم بود جاری شده این تجربه. من به بهانه اون تجربه که بر زبان قلم بود جاری شده و به شیرین‌ترین نحوی بیان شده، سعی می‌کنم که یک بحث نظری درباره دو نوع مواجهه با خداوند عرضه کنم خدمتتون. اجازه بدید در ابتدا غزل رو بخوانم و بعد بحث رو با هم پیش ببریم. غزل از اینجا آغاز می شود که آه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آورد، کو میان اندر این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان و آن جهان مرا مطلب، کیندو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت این چه بود در این عیان که منم. گفتم آنی، به گفتهای خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم من در زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پادوان که منم. بانگ آمد چه می دوی، بنگر در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادره بحر و گنج و کان که منم. خب چنان که ملاحظه می فرمایید، غزل معنن در اوج لفظن هم متضمن پاره پارادوکس هاست که البته گریز و گزیری هم از آنها نیست. تعابیری مثل ساکن روان، ظاهر نهان، عرضم به حضورتون که بی پای پادوان، گویای بی زبان، اینا شما می دانید به لحاظ منطقی یا به لحاظ کلامی خب متضمن پارادوکسه. چطور میشه یک کسی هم گویا باشه هم بی زبان باشه؟ چطور میشه یک چیزی هم ظاهر باشه هم نهان باشه؟ یک کسی هم بی پا باشه هم پادوان باشه؟ خب در زبان متعارف البته این گونه است و ما سعی میکنیم تناقض نگوییم. برای ابراز مراد و افاده معنا و معرفت میکوشیم که از ابزار تناقض مدد نگیریم چون مخل معناست. اما گویی که ساحتی از ساحات تجربه های ناب انسانی هم هست که جز در قالب این تجربه های به ظاهر پریشان نمیشه سخن گفت. همون که حافظ میگفت، حافظ آن ساحت که این نظم پریشان مینوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده. میشه وقتی طایر فکر آدم به دام اشتیاق بیفته نظم پریشان هم بنویسه؟ پارادوکس از حیثی نظمه، از حیثی پریشانه. آدم وقتی که با خود سخن میگه، میگه مگه میشه نظم در این پریشانی راه داشته باشه؟ میدونی در لغت نصب به معنای پراکندن است در زبان فارسی. نثار کردن هم از همون نصب میاد. شما وقتی چیزی رو نثار کسی میکنید به پای او میریزید. نظم در مقابل او به معنای فشردن است. نظم و نسق بخشیدن، فشردن که اون وقت توسعاً به یک نوع از شعر هم گفته میشه که خب از ردیف و قافیه مدد میگیره و به نحو منظم و مرتب و مبوبی عبارات پشت هم میان. حالا اینجا حافظ میگه حافظان ساعت که این نظم پریشان مینوشت، تایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. خب به ظاهر داره سخن غریبی میگه، نظم است و نظمی که توأم با پریشانی است. اینجا هم میبینید گویایی است که توأم با بی‌زبانی است، بی پایی است که تو اما پادوانی است و قصه الهاست. خب سر این قصه چیست که در قالب این تجربه های زبانی ریخته شده؟ من شما را دعوت میکنم که به این مسئله از یک منظر احیانا نظری تر نظر بکنید و با هم
بپوشیم اون مبانی نظری اون یا خداشناسانه یا به تعبیری وجودشناسانه این رو با هم بکاویم تا ببینیم چگونه می شود که این سنخ عبارات پارادوکسیکال، این سنخ عباراتی که ممکن است ذهن در وهله نخست اونها رو هضم نکنه و فکر کنه کسی داره سخن بیوجه یا غیر معرفت بخش می گوید رو در مورد سخن می گوید. ملاحظه کنید چنان که آموزه های عرفای ما، چنان که مأثورات عرفانی ما نشان می دهد، میشه دو نوع از مواجهه با خداوند در نظام عرفانیمون سراغ بگیریم. اگر از تعابیر سپهری بخوایم استفاده کنیم که دوست ما هم اشاره کردن اینجا و عنوان سخنرانی رو هم من از اشعار او برگرفتم، به دو نحو میشه به سر وقت خدا رفت. در شعر پیغام مانی ها سپهری میگفت که میگوید که تو اگر در تپش با خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوزشان بی آب است. باد میرفت به سر وقت چنار، من به سر وقت خدا میرفتم. گویی که به دو نحوی میشه به سر وقت خدا رفت و از دو نوع مواجهه با ترانسندنس، دو نوع مواجهه با امر متعالی میشود سخن گفت و پرده برگرفت. نوع اول از مواجهه با امر متعالی، چنان که در تجربه های عرفا متجلی شده و میشه استشهادات فراوانی کرد به میراث عرفانی ما، عبارت است از تجربه کردن خداوند در قالب یک موجود متشخص، در قالب کسی که جدا از شخص قرار داره، بیرون از اوست و تعین و تقرری داره که او رو در بر نمیگیره. به تعبیر دیگه وقتی شما خداوند رو میخوانید و با او سخن میگید و او رو به مثابه یک موجود برتر و مهیب تجربه میکنید، گویی درباره خدای سخن میگید که به مثابه موجودی است در این عالم و در اداد سایر موجودات که تشخص و تعینی داره اما بیرون از شما قرار داره و بر شما سیطره داره، بر شما مستولیست و شما در چنبره او گرفتار آمده اید و با کسی سخن میگید که بر عرش نشسته به تعبیر دینی، با کسی سخن میگید که قدرت علی اطلاق، علم علی اطلاق و با شما یک رابطه منتویی باش برقرار میکنید به تعبیر مارتین بوبر فیلسوف یهودی. یعنی گویی به نحوی با او سخن میگویید که با کسی دیگری سخن میگویید، کسی که بیرون از شما قرار گرفته، او رو نه به مثابه بخشی از خودتون، نه به مثابه کسی که نسبت تنگاتنگی با شما داره، یا به تعبیر دقیق‌تر کسی که تشخص و تعینی بیرون از شما داره، این گونه او رو تجربه میکنید و با او سخن میگویید. ملاحظه بکنید من وقتی که راجع به این نشریه سخن میگم یا این رو لمس میکنم، این کاغذها و این شیرازه که این رو به این شکل درآوردن، یه موجوده، موجودی که بیرون از منه، این تعینی داره بیرون از تعین من، البته تشخص انسانی نداره، یعنی نطق نداره، اراده نداره، عرضم حضورتون که سمع نداره، بصر نداره، اینو درسته، اما یه موجودی است بیرون از من، من اون رو به مثابه یه موجودی بیرون از خود تجربه میکنم و این رو به مثابه بخشی از جهان پیرامون در نظر میگیرم. خب در برخی از مواقع هست یا اساسا در جامعه انسانی وقتی که ما نگاه میکنیم، این تعین با تشخص هم همراه میشه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که با یک انسان دیگه ای رابطه برقرار میکنم، اون انسان دیگر موجودی غیر از من است، تشخص و تعینی غیر از تشخص و تعین من داره، بیرون از من قرار داره، بخشی از من که نیست و در این حال واجد قوه نطق، قوه سمع، اراده داره، موجودی است مرید، یعنی واجد اراده و قصه لحاظه. تخاطب زبانی، دیالوگ با انسان دیگری متوقف در این مفروضه. شما هیچ وقت با خودتون که صحبت نمی کنید، یا اگر هم صحبت بکنید و دیگران ببینن ممکن قدری تعجب بکنن که یعنی چی با خود داره سخن میگه. شاید قدری بیشتر بشه فکر کنن که گمانی ببرن در حق شما که دچار روان پریشی شدید یا اختلالات روانی پیدا کردید.
ما با کسی سخن میگیم مبتنی بر این مفهوم که یک کسی تشخص و تعینی داره بیرون از من با من متفاوت است، به اصطلاح به لحاظ وجود شناسانه به لحاظ اونتولوژیک یک کسی است، یک موجودی است غیر از من و من لب به سخن میگشایم و یک نوع رابطه دیالوگی و معنایی با او برقرار میکنم. خب این از تخاطب و دیالوگ های زبانی آغاز کردن است. شما این رو وقتی که ارتفاع ببخشید بنا به ادعای متدینان و بنا بر آنچه در آموزه های ابجان ابراهیمی آمده و به تعبیر مارتین بوبر که ذکر کردم، میشه این رو ارتقا بدید به نوع رابطه‌ای که شخص با خداوند برقرار میکنه، یک نوع رابطه دیالوگی میان انسان و خدا، رابطه دیالوگی با انسان و خدا به این معنا که من با موجودی که بیرون از من قرار دارد سخن میگویم، با او وارد دیالوگ میشم، خواسته های خودم رو با او در میان میگذارم، احیانا او اجابت میکنه خواسته های من رو و قص الهازا. این یک نوع مواجهه با خداوند است و به توضیح که عرض کردم مبتنی بر این مفروض است که من با کسی که با امری که غیر از منه، با امری که متفاوت و متغایر است با من، به تعبیر منطقی تر یک بینونتی، یک فاصله میان من و او برقرار است، لب به سخن میگشایم و ارتباط معنایی زبانی برقرار میکنم. از این حیث مستقی رو اگر شما ببینید که موضوع جلسات هفتگی عزیزان هم هست، شواهد متعددی برای این نوع مواجهه با امر متعالی، این نوع مواجهه با مبدا عالم میتوانید پیدا کنید. ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته بر جفا. ای خدای بی نظیر ایثار کن، گوش را چون حلقه دادی زین سخن. گوش ما گیر را بدان مجلس کشان، که از رحیقت می خورند آن سرخوشان. ای خدای بی نظیر ایثار کن، گوش را چون حلقه دادی زین سخن. گوش ما گیر را بدان مجلس کشان، که از رحیقت می خورند آن سرخوشان. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. هم از اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزا. اول آخر توی، ما در میان، هیچی هیچ هیچی که نیاید در بیان. چون دعا من امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. از این سر استشهادات فراوان میشه نشان داد که بدون تکلف و تصنعی او در باب رابطه برقرار کردن با خداوند بدین نحو سخن گفته. خدایی که بیرون از ماست و به توضیح که عرض کردم یک نوع رابطه تخاطبی و دیالوگی بین ما و او برقرار می شود و او در مقام اجابت کننده اجابت می کنه. البته اجابت او با اجابت انسانی و دیالوگ و تخاطبهای انسانی متفاوت است. به هر حال اینا به لحاظ کلامی توضیح میشه داد، ولی علی حال من در اون مقام نیستم، فقط دارم توضیح میدم که این نوع از تنظیم رابطه با خداوند متوقف بر چه نوع رابطه و درکیست از خود و او، اویی که بیرون از ما قرار دارد و خب هم اجابت میکنه دعوت رو و هم شخص به او اتکا میکنه، اعتماد میکنه، موجود مهیبی که سراسر هستی رو فرا گرفته و او اینگونه با معبود خودش و خداوند وارد دیالوگ میشوند. داستان توبه نصوح رو به عنوان مثال اگر در دفتر پنجم مثنوی به خاطر آورید، قصه رو میدانم دوستان، متضمن همین معناست و دعا و اجابت دعایی که البته احوال خوش روانی هم به همراه دارد. میدانید قصه رو، کسی بود که مرد زننمایی که در لاک بود و در حمام میرفت و ارزم بزرگتون که خود رو به شکل زنان در آورده بود تا وقتی که در حمام‌های زنان فعالیت می‌کند در کسوت دلاک، خب حظ و بهره‌هایی هم ببرد. بنابه ارزم حضورتون که علاقه‌ای که داشت به این کار و این که لابد زنان رو این گونه ببینه در محیط‌های این چنین، خب یه روزی که اون دلاکی می‌کرد خبر آوردن که دختر پادشاه که در حمام هست انگشتریش گم شده و باید همه رو بگردن تا انگشتری رو پیدا کنن. خب این دلاک زننما، مرد زننما خب خودش که میدانست چه کار است به اصطلاح،
و با خود میاندیشید که اگر بیایم و من رو بازرسی بدنی کنم به اصطلاح متوجه میشوند که من چی بود، چه کسی هستم و سرم آشکار میشه و عقوبت فراوان خواهم دید. خب در خلوتی در گوشه حمام نشست و احوال خیلی خیلی غریبی برگرفت و دعاهایی کرد از عمق جان که متضمن یک تقلب احوالی بود و وجود دیگری که مولی داشت به او بخشیده میشد و یک پشیمانی عمیقی که در عمق جان او رخنه کرده بود. وقتی که مشغول مناجات بود و این احوال بر او میرفت، پس از مدتی خبر آوردن که انگشتری دختر پادشاه پیدا شده و قاعدتا اون بازرسی بدنی دیگه انجام نخواهد شد. خب البته نسوخ توبه کرده بود و توبه بس عمیق و پس از اون دیگر گرد این کار هم نگشت و شغل دندانکی رو رها کرد. مرادمون ابیاتی است که بر زبان نسوخ جاری شد که در دفتر پنجم مثنوی آمده است: آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من، آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم، در بن چاهی همی بودم نکون، در همه عالم نمی گنجم کنون، آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی من را از غم جدا. چنان که می بینید نسوح که بر این باور بود که توبه او اجابت شده و خداوند او رو پذیرفته، این چنین با خداوند وارد دیالوگ میشه و خب این داستان مشهور است به توبه نسوح و چنان که میدونید در ادبیات ما همین اصطلاح توبه نسوح جاری و سادیس، یعنی توبه ای که از عمق جان باشد یا متضمن تقلب احوالی باشد و وقتی که تقلب احوال باشد البته جهان فرد هم عوض میشود، همان که اقبال لاهوری گفت: چون که در جان رفت جان دیگر شد، جان شد دیگر شد جهان دیگر شد. حالا ای حاله استشارات فراوانی میشه کرد به محصولات عرفانی که یک مرتبه از مراتب دعا کردن البته متضمن خواستن خداوند است و ارتباط و برقراری یک رابطه با او در کسفت کسی که در مسند یک تو نشسته به اصطلاح من میتونم با او وارد سخن گفتن بشم. یادمون باشه این مرتبه از مراتب دعا کردن فی حد نفسه بسیار نیکوست و مطابق با آنچه عرفا آورده اند اساسا خدا رو به هر بهانه‌ای خواندن امر نیکوییست. این گونه نیست که ما بگوییم که شخص به خاطر رفع حاجات دنیوی یا به خاطر امور متعارف صرفاً با خداوند وارد دیالوگ بشه کفایت نمی‌کنه. البته به توضیح که خواهم گفت مرتبه عمیق‌تری هم هست از رابطه با امر متعالی در هستی، اما خب این گونه مواجهه ها با او حتی خدا رو برای رفع حاجات دنیوی خواستن هم امر مبارکی است. در واقع از این حیث میشه گفت امر مبارکی است که شخص اتکا و اعتماد به خود به طور کامل نمی کنه و به یه معنا بر خود و بر نفس خویشتن پای میگذارد و معطوف به دیگری میشود که در جهت دیگری البته خیلی موسع است و موجودی فراگیر است. از این حیث دعا کردن امر خیلی مبارکی است، به این معنا که شخص بر خویشتن غلبه میکنه و خود رو دیگه به تنهایی نمیبینه و با کسی دیگری وارد معامله میشود، با کسی دیگری سخن میگوید و این عجز و احیانا محدودیت خویش بر خویشتن او آشکار میشود و او متفتن به این معنا میشود که گویی که به خود نمیتونه به تنهایی بسنده کنه. میدانید در نزد عرفای ما عاشقی هم همین احوال برش مترتب است. حالا قرار نیست ما راجع به عاشقی اینجا سخن بگیم، اما برای ایزای بیشتر مطلب عرض میکنم. اگر دعا کردن متضمن فراتر رفتن از خوده و ام الرذایل رو که عبارت است از خودپسندی به کناری نهادن، با عاشق شدن این قصه رخ میده. حتی عشقای زمینی اگر عرفا نمیگفتن که المجاز و قمتره تو الحقیقت، مجاز پلیس به سوی حقیقت، و مگر مولوی در مثنوی نمی گفت که عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است، هر که را جامز عشقی چاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شد، شاد باشه عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما ای تا
تو افلاطون و جاری موسما. نخبت میاد اینجا به معنای کبر است، به معنای غرور است. میگوید مطلق عاشقی متضمن نفی کبر و غرور است. در اینجا نوع عاشقی رو هم مشخص نکرده. ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. این معنای از عاشقی که خب البته متضمن هم عشق زمینی است و هم عشق آسمانی و روشن است که برای عارفی مثل مولوی عشق زمینی پلیست به سوی حقیقت، اما معتقد است فی حد نفسه این هم مبارک است. نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پا من از اندازه بیش، آفتابی که از به این آدم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. در حد خودش به عشق زمینی میشه پرداخت، خیلی هم خوبه، دست کم در نزد عرفای ما ارزش ما با ارزش زیادی داره. اونی که به بحث ما مربوطه این است که هم عاشقی و هم دعا کردن متضمن فراتر رفتن از خویشتن است و خود را ندیدن است. و چون عرفا معتقدند که خود پرستی و خود شیفتگی عمر رذایله، به هر حیلتی که شما بتوانید فائق بیایید بر خود پسندی و خود شیفتگی، البته امر مبارک و خواستنی است، اظهار عجز در مقابل خداوند و دعا کردن به محضر او و خویش رو تنها ندیدن و بر محدودیت ها و ناتوانی های خویشتن صحه گذاشتن و متفتن بودن به او، البته امری است که پیش چشم عرفای ما بوده و بر اون انگوش تأکید فراوان نهادن. باری قسمت اول یا قسم اول از مواجهه با خداوند به توضیح که عرض کردم متضمن دیدن او در کسوت یک موجود مهیب و محتشمی است که بیرون از شخص قرار داره و چنان که من با شما وارد رابطه دیالوگی و تخاطبی میشم، چنان که این کتاب رو یک امر متعین و متقرری بیرون از خویشتن به حساب میآورم، خدا رو هم موجود مهیبی بیرون از خود میبینم و با او رجوا میکنم و درد دل و به اصطلاح طلب اجابت دعا دارم و او هم مطابق با این تصویر به هر نحوی که بداند عمل میکند و شخص آرامش و طمأنینه خویشتن رو به دست میآورد. خب اما بنابر مواجهه و یا تلقی دوم از به سر وقت امر بیکران رفتن یا به سر وقت خداوند رفتن، قصه به اینجا ختم نمیشه. به این معنا که به نظر میاد عرفا در تجربه های باطنی اشراقی سلوکیشون از نوعی مواجهه با خداوند سخن گفتن که در اون مواجهه گویی خداوند در کسوت یک امر بی صورت، یک امر بی تعین، یک امر بی رنگ و بی نشان به تعبیر مولوی در اونها جلوه کرده و در این جلوه کردن به نحوی فاصله و تفاوت میان من و اون رخت بر می‌بندد و می سوزد و گویی یک جور استحاله و اندکاکی، یک جور یگانه شدنی میان سالک و محبوب یا میان عارف و مبدع عالم برقرار می شود. در این تلقی گویی که همه صور فرو می ریزند و شخص خداوند را نه در کسوت یه موجود مهیبی بیرون از خویشتن، بلکه خود را مستقرب و مستحیل و مندکی در او تجربه می کند. و وقتی از اون تجربه های از اون تجربه اصیل و ناب فارغ میشه، راجع به او سخن که میگوید محصولش غزلهایی میشود از صنف غزلی که با هم خواندیم. گویی به لحاظ وجود شناسانه یا اونتولوژیک به اصطلاح در این تجربه شخص دوگانگی در میان نمیبینه. این گونه نیست که با کسی بیرون از خود سخن میگوید. به نحوی وقتی که سخن میگوید لب به دعا هم میگشاید، چون تجلی و تعینی از تعینات اون خود رو میبینه و اساساً بینونت و فاصله میان خود و اون میبینه، به یه معنا داره با خود سخن میگه اما به یه معنا با او داره سخن میگه. خب یه مقدار این تجربه پارادوکسیکاله. به همین خاطر در زبان هم که متجلی میشه شما میبینید که از عبارات نما بهره میگیرد. ملاحظه بفهمید در مثنوی مولانا میگفت در دفتر سوم میگوید که چیز دیگر ماند اما گفتنش، با تو روح القدس گوید بی منش. همچه آنگاهی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود روی، بشنوی از خیش و
پنداری فلان با تو اندر خواب گفت دستانی ها تو یکی تو نیستی ای خوش رفی بلکه گردونی و دریای عمیق ای تقاضا گردون همچون جنین چون تقاضا میکنی اتمام این سهل گردان رحم ما توفیق ده یا تقاضا را بهل بر ما منه چون تقاضا بر تقاضا میرسد موج آن دریا به اینجا میرسد. اینا فرمودیم خیلی متضمن مضامین بلندی است که در تناسب با ابیات غزلی که قرائت کردم خدمتتون در تناسب با اینم است. ببینید میگه که یه نکته ایمان که با تو باید در میون بذارم. میگه ببین وقتی که خواب میری چه اتفاقی میفته؟ تو از پیش خودت را میفتی دوباره میریسی پیش خودت. مطابق با تصویری که قدما از خواب دیدن داشته غالباً با عرضم حضورتون که مطالعات روانکاوانه فروید و یون و دیگران که آشنایی نداشتن با این تئوری ها. اونا با تئوری های خودشون خواب یک مرتبه از مراتب وجودی ما بود. میگه وقتی خواب میبینی چه اتفاقی میفته؟ تو از پیش خودت بلند میشی راه میفتی دوباره میرسی پیش خودت. یعنی از یک مرتبه وجودی خودت گویی راه میفتی میرسی به یک مرتبه دیگری از خودت. همچون آنگاهی که خواب اندر روی تو ز پیش خود به پیش خود روی. بشنوی از خویش و پنداری فلان با تو اندر خواب گفته است آن نهان. میگه که از خودت میشنوی اما فکر میکنی که کسی دیگری با تو داره سخن میگه. نه تو بویی هم به گوش خویشتن نه منو نه غیر من ای هم تو من. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق بلکه گردونی و دریایی عمیق. میگه قصه اینجاست که تو از کسی میشنوی که این کس از یه حیثی بیرون از تو می از یه حیثی عین تو از یه حیثی هم متفاوت با توست. اما قصه به این خاطر است که این مرزها در هم نوردیده شده و شخص یک رابطه استحالهی و اندکاکی با امر بیکران برقرار کرده. ابیات بعدی فکر میکنه روشن تر است. ای تقاضا گر درون همچون جنین چون تقاضا میکنی اتمام این سهل گردان رحم ما توفیق ده یا تقاضا را بهل بر ما من. وقتی که ما تقاضا میکنیم در همین امور دینی که با هم سخن میگیم خب چه کسی دعا رو به اصطلاح به ما هدیت میکنه؟ خداوند است دیگه. هم دعا از تو اجابت هم ز تو ایمنی از تو محابت هم ز تو. خب در حالت متعارف این گونه است که گویی یک کسی هست که بیرون از من قرار داره منو سوق میده منو میخوانه به اینکه دعا بکنم و به اون وارد یک رابطه اگزیستنشیل میشن. حالا شما اینجا ببینید مولانا چه تصویر قریبی رو ترسیم کرده. ای تقاضاگر درون همچون جنی. میگه کسی که از من میخواهد که دعا بکنم، کسی که از من میخواهد که وارد این رابطه بشم مثل جنی نیست که در درون بدن خود منه و او از من میخواد. ای تقاضاگر درون همچون جنی چون تقاضا میکنی اتمام این سهل گردان رحم ما توفیق ده یا تقاضا را بهل بر ما من چون تقاضا بر تقاضا میرسد موج آن دریا به اینجا میرسد. میگه گویی تقاضا بر تقاضا میرسه من از درون این تقاضاها با من در میان گذاشته میشه. خب معنای دیگر این سخن این است که اینقدر مرزها در این تجربه های مرزی اینقدر این مرزها در هم فرو میشکنن و رابطه میان من با او برخلاف رابطه نخست به قرار سابق نمیماند که اساساً رابطه بیرون و درون دیگه نمیشه اون گونه سخن گفت. این اون تجربه ناب استحاله اندکاکیست که در بن مواجهه با امر متعالی محقق میشود و گویی یک شخص گویی عارف و سالکی که از این دوگانگی ها یا از این دیکاتومی ها فراتر رفته با مبدا عالم چنون رابطه‌ای برقرار میکنه که گویی فاصله دیگه در میان نیست و چون فاصله در میان نیست هم او بخشی از اون مبدا بیکنان شده است و هم وقتی که راجع به تجلیات و تشعلات او سخن میگه خود رو هم بخشی از او میبینه. خب با این توضیحات شما به غزلی که خواندم عنایت بفرمایید. پس تا کنون این رو عرض کردم که مطابق با تلقی دوم از مواجهه با امر بیکران مرزها در هم نوردیده میشه و شخص تجربه استحاله و اندکاکی رو از سر میگذارند و این گونه به سر وقت خدا میرود یا به تعبیر خدا به سر وقت او میآید
یا اساساً چنان مرزها در هم فرو میشکند که از من و او به قرار سابق دیگر اثری نیست. این گونه نیست که من همان من هستم که تشخص و تعینی داشت و به سراغ خدا میرفت مطابق با آنچه در تلقی اول بحث کردیم، بلکه من مستحیل و مستغرق و مندک در او هستم و بیرنگ و بینشان بودن هم دقیقا متضمن همین معناست. آه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. فکر میکنم الان روشن‌تر باشه وقتی که این غزل رو ما نگاه میکنیم که خود من بیرنگ و بینشانم، یعنی من عارف صادق که رنگ‌ها و نشانه‌ها رو با خود داشته‌ام، که این ناظر به سوختن صور است، ناظر به این است که شخص اصناف صورت‌های ذهنی او هم بسوزد و بیرنگ و بینشان بشود. و میگوید که ببینم مرا چنان که منم، گفتی اسرار در میان ها و کو میان اندر این میان که منم. میان وقتی است که بینونت و غیریتی در میان باشه، به اصطلاح وقتی میشه از رابطه این میان یا از کلمه میان استفاده کرد که فاصله ای باشه. الان شما ملاحظه بکنید این دستگلی که در مقابل من قرار داره، این بین من و شما قرار داره، درسته؟ یعنی شما هستید که غیریتی دارید، متفاوت و متغایر با منی، در روبروی من، روبروی من نشسته اید، من هم این سو هستم و یک دستگلی بین من و شما قرار داره. خب چنان که عنایت دارید این بینونت، این فاصله وقتی رخ میده که یک تشبیه بشه، این فاصله وقتی محقق میشه که یه بینونتی بین من و شما باشه. اگر من با شما متمایز از یکدیگر نباشیم، بینی معنا نداره. نمیشه شما بگید که فرض بفرمایید که در این یک صفحه کتاب سطر اول با سطر چهارم آیا دوتاشون بین چیز سومی هستن یا نه؟ نه دیگه، همشون یک کاغذن، بخشی از یک کاغذ با بخش دیگه از کاغذ شما دارید مقایسه میکنید. بینونت یا میان بودن وقتی محقق میشه که یه امری بین دو امری دیگری که مستقل و متشخص و معین از یکدیگران قرار بگیرن، در حالت متعارف که چنین نیست. خب حالا مولانا میگه که گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. در این جایی که من ایستاده ام و تجربه میکنم، بینونت سوخته و از میان رخت بربسته، غیریت از میان رخت بربسته، کسی دیگر نمونده، چیزی غیر از من و اون نیست. من کسی رو حائل در میان نمیبینم که بخوام با او سخن بگم. عنایت داشته باشید، این گفتم و گفتی ها میدانید دیگه، اینا که در واقع او با خیشتن داره سخن میگه، نه اینکه این دیالوگی باشه بین دو نفر نظیر کثیری از چنین اشعاری. در واقع اینجا خود او میگوید و خود او هم مخاطبه. حالا برای من و شما خیلی از این تأملات و اخگرها و بارقه ها رو به ارمغان گذاشته، به ودیعت نهاده، اما وقتی که میخوایم بخونیم برای فهم بهتر سخن او، این گونه نیست که بگیم خب مرجع ضمیر گفت کیه. گفتم و گفت خود اوست، ساحات گوناگون وجود است که خود میگوید و خود میشنود. در شعر فارسی خیلی از مواقع گفتم و گفت این است که گفت و خوش گفت، برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آموخته. کی گفت برو خرقه بسوزان؟ خود حافظه، کسی دیگری نیست. گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آموخته. اینجا خود حافظ است به اختزای شعری و به نحوی احوال شخصی رو بر آفتاب می‌افکند، حدیث نفس است. اینجا هم همینطور است. ما وقتی که راجع به گفتم و گفتی داریم سخن میگیم، در واقع ناظر به تجربه های اگزیستنسیل و باطنی خود مولانا است که با خیشتن سخن میگوید. سر در گریبان فرو برده و بعد که به خود آمده، بر آفتاب می‌افکند آنچه را که در تجربه های ناب اشراقی خود دیده است. اینجاست که گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. چنان که عنایت دارید مفهوم میان به توضیح که عرض کردم سوخته و از میان رخت بربسته. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. خب مولانا که در ابتدا بحر نبوده، مولانا در ابتدا قطره بوده، قطره است در این بحر بیکران هستی، اما این تجربه اتصالی، یگانگی، استحاله‌ای او رو بدل به بحر کرده. شما ببینید وقتی که یک قطره به دریا میپیونده، تا قبل از پیوستن به دریا قطره قطره است و دریا دریا، اما وقتی قطره به دریا پیوست، از حیثی خود اون قطره دیگه دریاگونه، چون بخشی از دریاست. نمیشه قطره از دریا
جدا بکنیم. پس به یه معنی وقتی راجع به قطره دارید سخن میگید، دارید راجع به بحر هم سخن میگید، راجع به دریا هم سخن میگید. بحر و قطره تا پیش از پیوستن قطره به دریا دوتا بودند به لحاظ وجود شناسانه، وقتی به هم میپیوندن که یکی هم. پس شما راجع به قطره داری سخن میگی، گویی راجع به دریا داری سخن میگی. از حیث دیگری راجع به دریا سخن میگی، داری به قطره اشاره میکنی. تفاوتی نمیکنه. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بل عجب بحر بی کران که منم. مولانا که یه موجود کرانمند بود، چی شد بدل به بحر شد؟ به این معنا بدل به بحر شد که مستحیل و مندک در اون شد. اویی که بی رنگ و بی نشان شده بود، اویی که از اصناف صور و آرایه ها خود رو پیراسته بود، در این تجربه ناب اشراقی باطنی سلوکی، تجربه استحاله و اندکاک و پیوستن به یه امر بیکرانی رو از سر میگذرانه. چنان است که میگوید بحر من در بگشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان و آن جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. وقت چندان نیست من به یکی دو تا از مطالب مهمی که در این غزل آمده است دیگر اشاره میکنم و عرایزم رو ختم میکنم. ملاحظه بکنید در این نوبیتی که خواندم در یکی از ابیات یک نکته فوق‌العاده مهمی رو مولوی بهش اشاره میکنه که مایلم برای فهم بهتر جهان شناسی و خودشناسی او بهش اشاره کنم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. خب ابتدا ممکنه به ذهن برسه چه معنای مولانا از عدم اینجا مراد میکنه. عدم به معنای نیستیه، عدم به معنای پوچ و از میان رخت بربستنه. چطور کسی که در پایت قصوای سلوک به سر میبره به معنای عدم میرسه؟ حقیقتش چنان که دوستان مستحضرند، عدم در اینجا نه به معنای نیستی که به معنای عدم ازداده، عدم اعداده و از قضا حق هستی، حق امر بیکران نزد عارفی مثل مولانا در ساحت عدم شکل می‌بندد. در دفتر سوم مثنوی به خاطرتون میارم این ابیات مشهور مولانا رو که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر در زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردم کم شدم. حمله دیگر برارم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، و از ملک هم بایدم جسته استنج جو، کل شیئن هالک الا فجهه. بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. کسی که از جمادی شروع میکنه، نباتی رو گذر میکنه، انسان میشه، ملک میشه، در نهایت میگوید به عدم میرسم. بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. مرتبه‌ای که ورای جمادیست، ورای نماتیست، ورای انسانیت است، ورای ملک بودن است رو مولانا عدم نام نهاده. عدم یعنی عدم اعداد، عدم ازداد، جایی که همه تضادها و تعددها فرو می‌ریزن و شخص با بیچونی و بیکرانگی هستی مواجه میشه. این تعبیر عدم یا اساساً نگاه کردن به عالم و به پس پشت این کثرت رفتن از مقومات جهانشناسی مولاناست. شما ملاحظه بکنید این جهان از نظر مولانا دو خصوصیت اصلی داره، یکی اینکه دار اعداد، دومی اینکه دار ازداد. این دو تا مقوم اصلی این جهانه. ما وقتی میگوییم این جهان گنجشک داره، کبوتر داره، فیل داره، هزاران فیل داریم، هزاران گنجشک داریم، هزاران کبوتر داریم، هزاران مار داریم به عنوان مثال. این اون مؤلفه و مقدمی که عالم رو دار اعداد میکنه. دار ازداد چطور؟ جهان پر از ازداده. زشتی و زیبایی، فقر و غنا، دشمنی و دوستی، بلندی و پستی، چاقی و لاغری و قصه الاغاره. اساساً این عالم دار ازداده، دار تضاهمه. و خیلی از مواقع آدمیان برای دست آوردن یکی از این زده‌ها با یکدیگر می‌جنگند. و به همین خاطر هم این عالم، عالم کون و فساده. اگر از مولوی بپرسید این عالم کون و فساد است، چون مجموعه نیروها و تأثیر و تأثیر آنها برای یک بر روی یکدیگر چیزی رو نهایتاً بر جای نخواهد گذاشت، چون این عالم هم دار اعداده و هم دار ازداده.
خب اما مرتبه دیگری از هستی که او از آن به ساحت عدم یاد میکنه و اون رو به کار میبره، در اونجا ما نه از اعداد خبری هست و نه از ازداد. من شدم اوریان زتن او از خیال، میخرامم در نهایات و وصال. این جهان متعارف البته عالم اعداد است و دار ازداد است. عالم خیال عالمی است که شما در اونجا اعداد و ازداد به معنای متعارف و فیزیکیش نداریم. شما ملاحظه بکنید تو این جهان من هر کاری بخوام بکنم نمیتونم بکنم. این جهان هم ماده داره هم صورت داره. عنایت دارید شما تو این عالم به عنوان مثال چوب رو وقتی ببینید، این فرض بفهم این کتابی که در مقابل من قرار داره و این صندلی که شما روش نشستید ممکنه پلاستیکی باشه یا فلزی باشه. این جنس پلاستیک یا ماده پلاستیک میتونه صور مختلفی به خودش بگیره. شما یه وقت هست که پلاستیک رو به صورت صندلی در میآورید، یه وقت هست که به صورت یه بشقاب در میآورید. حالا این حاله مطابق با نظام ارسطویی این عالم ماده داره و صورت داره. حالا از اون تعابیر هم اینا میخوام استفاده کنم. خب به همین خاطر اجازه برخی از امور رو به من نمیده چون ماده ها با هم تخالف دارن. من اگر الان بخوام از این دیوار ردشم برم محکم میخورم به این، نمیتونم عبور کنم. بنا به قوانینی که بر طبیعت حکم فرماست و من تخته بند این قوانینم، از آن حیث که موجودی هستم در این عالم مقدر به اقدار طبیعتم و باید از این قوانین تبعیت کنم و تخطی از اونها ممکن نیست. خب این عالم چرا این گونه است؟ چون داره ازداد و اعداد و چنان که عرض کردم مملو و از ماده و صورت است یا متشکل از ماده و صورت است. اما شما عالم خیال رو در نظر آورید مثل عالم خواب. حالا اگر برای تقریب به ذهن عرض بکنم، در عالم خواب ما ماده که نداریم، با اصناف صور با اصناف صورت ها سر کار داریم. اگر شما خواب من رو ببینید یا من خواب شما رو ببینم، صورتی از شما پیش من حاضره. ماده که حاضر نیست، که شما که پیش من نیستید، نمیشه باشید در ذهن من باشید، در ساحتی از ساحات من باشید. مثل این کتاب که الان من جلوی منه، الان هم مادهش جلوی منه به اصطلاح، هم صورتش که این شکلی است. ما وقتی من خواب این کتاب میبینم صورتش رو میبینم، مادهش که پیش من نیست. به همین خاطر است که شما در خواب ممکنه یک دفعه در عرض دو دقیقه از اینجا تا لندن هم گذر بکنید، اصلا زمان رو نمیفهمید چیست. اینجا یک دفعه ممکنه که آنی بعد خودتون در فلان کشور باشید، فلان جا باشید، یا به سرعت از یه جاهایی بگذرید. اینا به خاطر این است که شما تخته بند قوانین طبیعت نیستید در عالم خواب. خب اینا برای تقریب به ذهن عرض میکنم. در عالم خیال ما صورت داریم اما ماده نداریم. ساحت عدم که ورای عالم خیالی است و همچنین ورای عالمی است متعارف است، در اونجا شما نه ماده دارید نه صورت دارید. عدم یعنی عدم اعداد، یعنی عدم ازداد. عالم ماده عالمی است که اعداد ازداد داره، به توضیح که عرض کردم جهان پیرامون، جهان هستی، بگید دار فانی، بگید عالم کون و فساد، اینا تماما عالمی است متشکل از اعداد ازداد، به توضیح که عرض کردم ماده و صورت. اما عالم خیال عالمی است که ماده نداریم فقط صورت داریم. عدم جایی است که نه ماده داریم نه صورت داریم، ولی اون حق هستی است. و راجع به خداوند سخن گفتن اگر از مولوی بپرسید، اساساً خداوند رو وقتی میشه خوب تصور کرد که ما تا جایی که میتونیم این صور بسوزند، ماده هم که ازش فراتر بریم و با چنون مقوله‌ای آشنا بشویم و اون رو لمس بکنیم. خوش شدم، خوش شدم، پاره آتش شدم، خانه بسوزم، بدوم تا به بیابان برستم. بیابان نمادی از بیکرانگی است. بیابان نمادی از صورت سوزی و صورت سازی است. بیابان نمادی از این است که شما از مرتبه خیال فراتر برید، به بیکرانگی نزدیک بشوید. این همون جایی است که میگوید فارغ از سودم و زیان، چو عدم طرفه بی سود و بی زیان که منم. یعنی از دوگانه سود و زیان فراتر رفتم. دوگانه سود و زیان متعلق به همین جهان پیرامونی است، از مقدمات و مقتضیات زیستن در زندگی این جهانی است. فراتر رفتن از این مقدمات و حیرت بیکرانگی رو نصیب بردن از مقدمات نوع دوم از مواجهه با امر بیکران است. به همین خاطر هم هست که در ادامه میگوید گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این ایامی که منم. ببینید تعابیری مثل عین، تعابیری مثل میان، تعابیری مثل سود و زیان که عرض کردم، تمامی این معقولات مفاهیم در این تجربه نوع دوم که عبارت است از تجربه نابتر و اصیلتر مواجهه با امر بیکران سخت می سوزند.
و شخص دیگه چیزی بین خود و اون نمیبینه. این مثال رو بزنم و عرایزم رو تمام بکنم. در دفتر سوم مثنوی در داستان رؤیت ملک بر مریم مقدس در انتهای داستان یه تعبیری داره مولانا، خیلی متضمن همین مضمونی است که ما در مقام بحث آن هستیم، که نحوه پدیدار شدن ملک بر مریم مقدس میگوید که ملک این زبان حال ملک است. البته خب روشن است که این دیالوگ همه از آن مولانا است، اما خب برای بهتر فهمیدن در قالب داستان می‌ریزه و ما از اون می‌خوایم مدد بگیریم. مریم بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. این فکر می‌کنم خیلی روشنگر است و پرتو می‌افکنم در بحث کنونی ما. میگوید ملک وقتی بر مریم ظاهر شد، مطابق با روایات اسلامی خب مریم تصویر و انتظار نداشت، ملکی که مجسم بود ممثل به صورت یک انسان که خب برای مریم در کسبت یه مرد بیگانه و غریبه بود و خب سعی می‌کرد از اون احتراز و دوری بکنه. حالا لسان حال مریم و لسان حال ملک رو شما بشنوید. میگه مریم ها بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. در آخر ماه رمضان و حدود ماه شوال خیلی از مردم خصوصا آن زمان که با چشم غیر مسلح میخواستن رؤیت ماه رؤیت کنن، یکی از مسائل این بود که خیلی از مواقع شما به خیال این که ماه رو میخواید ببینید، ماه رو وسط آسمان میدیدید. که هم هلال ماه خیلی باری که هم خب ممکنه فضا غبارآلود باشه و هم شما مایل اون رو ببینید و همین خاطر از خیال دیدن ماه به اشتباه بیفتی که واقعا ماهی در آسمان هست یا نه. یعنی پاره از موارد اون ماه در ذهن شماست، تصویرش شما اون رو پروجکت میکنی، فرافکنی میکنی ببینید و در نوسانی میان دیدن تصویر خیالی از ماه، ماهی که در ذهن شماست و ماه ابجکتیفای شده، ماه متعین شده در بیرون. حالا ببینید جالبه، میگه که اون ملک به مریم من از عالم عدم آمدم، عدمی که داریم بحث میکنیم، عدمستان، فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم، از عدمستان آمدم، خصوصیتم اینه، هم هلالم هم خیالم در دلم. من یک وجود پارادوکسیکال دارم، بسانی و از حیثی گویی مثل اون هلالم که در وسط آسمان است و از سوی دیگری مثل هلالی که در ذهن توه. به همین خاطر نقش مشکلم. مریم بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. هم از حیثی مثل هلالی هم که وسط آسمان فاش می درخشد و از حیثی دیگری مثل هلالی که تصویری است در ذهن تو. بین این دو در نوسان. به تعبیر دیگری بخوام از این شعر مولانا استفاده بکنم، هم سوبژکتیوم هم ابجکتیوم، هم در ذهن تو هم و در درون تو و هم در بیرون تو. این همون پارادوکسیکالیتی است که در ابتدا ازش ذکر می کردیم. هم هستم هم نیستم، عنایت دارید، هم سوبژکتیوم هم ابجکتیوم، هم انفسیم هم آفاقیم، هم در درون تو هم در بیرون تو. به همین معنی که این دو مرزها میگم در هم دوردیده میشن و دیگه من و مایی به سال سابق برقرار نمیمونه. هم هستم هم نیستم، مریم بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. وقتی که این شد و چنین تصویری رو ما بتونیم صورت بندی بکنیم، میفهمیم که مولانا وقتی میگفت ای تقاضا گر درون همچون جنینی، چون تقاضا میکنی اتمام این، به چه معناست که اون تقاضاگر میتونه در درون فرد باشه. تقاضاگر وقتی میتونه در درون فرد باشه که ما به معنای متعارف از درون بیرون نتونیم سخن بگیم. عنایت دارید، در معنای متعارف یا اون معنای نفوس است که درون بیرون از هم دیگه جدا. به همین خاطر است که میشه گفت یه چیزی بیرونه یه چیزی درونه. اما وقتی که این مفاهیم و این دوگانه ها از میان رخت بربنده و بسوزه در اون تجربه های نا و اصیل، اساسا دیگه درون بیرون مرز مشخصی نداره، یه چیزی از حیثی درونیه و از حیثی بیرونیه. به همین خاطر که این شعر مولانا در وهله نخص خیلی قریبی نماید که بگوید ای تقاضا گر درون همچون جنین. اما تصور بکنید که مطابق با آنچه در این غزل گفتم و تبیین کردن، استحاله و اندکار چنان رخ بده که مولوی به سان قطره‌ای به دریا بپیونده. وقتی چنان بشود دیگه در درون بودن جنین دیگه امر غریبی نیست، چون درون و بیرون به معنی متعارف دیگر برقرار نیست. اون وقت است که زبان به پریشانگویی میفته و به سان بیتی که در این غزل هست، شخص هم گویا میشه هم بی زبان میشه. بی زبان است به این معنا که
نمیتوانند از زبان متعارف برای از توضیح از تجربه‌ای که از سر گذرانده مدد بگیرد و همین خاطر به شرح‌گویی و تناقض‌گویی میفتند. عرایزم رو جمع‌بندی بکنم، من تلاش کردم در حدود یک ساعتی که در خدمت عزیزان بودم که دو نوع از مواجهه با امر متعالی در سنت عرفانی اسلامی خودمون رو به اختصار تقریر و تنسیق بکنم. مطابق با تلقی اول، به سر وقت خدا رفتن متضمن تجربه کردن یک موجود متعین بیرونی است، امر مهیبی که بر آدمی مستولی است و شخص اون رو بیرون از خیشتن در تجربه خودش تجربه میکنه. به همین خاطر از زبان مدد میگیره و او رو در کسفت یک رابطه منطویی تجربه میکنه و میتواند با او وارد دیالوگ و تخاطب شود و میان در اینجا کاملا نقش پررنگی داره و گویی من با کسی که از بیرون من، کسی که در بیرون من قرار دارد سخن میگویم. مطابقه با تجربه دوم، همه این فاصله ها از میان رخت بر میبنده، واسطه ها میسوزد، بینونت و غیریت از میان رخت برمیبندد و شخص تجربه استخاده و اندکاک رو از سر میگذراند و مستحیل و مندک درون میشود، به سان قطره‌ای که به دریا میپیوندد و چنین است که درون و بیرون و من و او اساسا از میان رخت برمیبندند و این تجربه به نظر میاد تجربه نابتر و اصیلتر است که عرفا از سر گذراندند و در محصولات عرفانی ما در باره او سخن گفتند. از حسن توجه عزیزان سپاسگزارم. احیانا اگر مجالی هم باشه مطابق با برنامه دوستان برای پرسش و پاسخ در خدمتتون هستم. بسیار شما که ازدان ندارید.